در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از کشف یک گورستان تاریخی در خوزستان، لغو برنامه فروش دلاری بلیت هواپیما به اتباع خارجی، ادامه واکنش‌ها به فروش آثار تاریخی در حراج ملی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. جلوگیری از خروج آثار حراج ملی از کشور. پس از برگزاری هفتمین دوره حراج ملی و اعتراضاتی که به فروش آثار تاریخی در این رویداد شد، مسئولان حراجی گفتند از وزارت ارشاد مجوز گرفتند، اما مدیر کل اداره موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به قدمت آثار تاریخی ارائه شده گفت که هیچ مجوزی از سوی میراث برای حراج ملی صادر نشده و خروج آثار از کشور ممنوع و جرم است. حالا میراث فرهنگی از پیگیری و مکاتبه با گمرک و مبادی خروجی کشور برای جلوگیری از خروج آثار تاریخی عرضه شده در این حراجی از ایران خبر داده است. کشف یک گورستان اشکانی در اهواز. معاون میراث فرهنگی خوزستان از کشف یک گورستان تاریخی مربوط به دوره اشکانیان در حین عملیات حفاری در اهواز خبر داد. در این گورستان تاریخی گورخمره‌های سفالی و نخودی رنگ با اندود قیر شبیه به تدفین‌های اواخر دوره اشکانی و اوایل ساسانی کشف شده و در آینده نزدیک با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی نسبت به کاوش گسترده در این محوطه اقدام می‌شود تا اقدامات لازم برای ثبت ملی آن نیز انجام شود. آغاز به کار جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران. نشست خبری 19مین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک سه‌شنبه 14 تیر در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. هادی حجازی‌فر دبیر جشنواره یکی از مهمترین چالش‌های برگزاری این رویداد را توجه به ملاحظاتی مانند تأمین امنیت خانواده‌ها به ویژه در اطراف تئاتر شهر دانست. او همچنین گفته امیدوار است که خانواده نمایش عروسکی برای تحقق خواسته هایش ناچار نشود فرکانس صدای خود را بالا ببرد. بازگشت بلیط های دلاری هواپیما به ریال. پس از یک هفته مخالفت و اعتراض به عرضه بلیط دلاری پروازهای داخلی به اتباع غیر ایرانی، سرانجام وزیر راه دستور ممنوعیت فروش دلاری بلیط هواپیما و ابطال مصوبه آن را صادر کرد و رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران هم از توقف فروش این بلیط‌ها و همچنین بازگشت نرخ‌ها به حالت قبل خبر داد. طبق تصمیم انجمن شرکت‌های هواپیمایی، بلیط پروازها در مسیرهای کمتر از یک ساعت به قیمت $100 و در مسیرهای بیشتر از یک ساعت $150 تعیین شده بود که مخالفت فعالان گردشگری را به دنبال داشت و وزارتخانه‌های گردشگری و خارجه نیز به دلیل تبعات منفی این تصمیم بر بازار گردشگری کشور مخالفت خود را به سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده بودند. درگذشت کارگردان سرشناس انگلیسی تئاتر. پیتر بروک کارگردان پیشگام تئاتر اهل بریتانیا که هنر تئاتر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده بود در سن 97 سالگی درگذشت. او بیشتر به خاطر فعالیتش در عرصه تئاتر از اجرای ماراساد در برادوی تا آثار تجربه‌ای مانند ماهاباراتا شناخته می شود. بروک 8 دهه در عرصه‌های اپرا، نمایشنامه، آثار موزیکال و همچنین تولیدات سینمایی و تلویزیونی فعال بود. پس از دهه‌ها ارائه رویکردی غیر متعارف به آثار سنتی از جمله شکسپیر و پوچینی، او به پاریس نقل مکان کرد و در آنجا جسورتر شد و رویکردی تجربی‌تر را در پیش گرفت. شستشوی دردسرساز مجسمه فردوسی. به تازگی شهرداری تهران بدون مجوز و نظارت میراث فرهنگی مجسمه فردوسی در تهران را شستشو داده و نیمه کار آن را رها کرده است، موضوعی که باعث شده این مجسمه تاریخی دو رنگ شود. مجسمه فردوسی در سال 1398 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و دارای ضوابط حفاظت اختصاصی است. با این حال سازمان زیباسازی شهرداری گفته طی 2 سال گذشته اقدامی برای شستشو یا مرمت این ساز انجام نشده است. سازنده مجسمه میدان فردوسی تهران ابوالحسن خان صدیقی از مجسمه سازان مشهور معاصر بوده است. معرفی فیلم‌های جشنواره سینمای ایران در مونیخ. جشنواره سینمای ایران در مونیخ با نمایش چند فیلم بلند و مستند در آلمان برگزار خواهد شد.
در این رویداد سینمایی کشتن خواجه ساخته ای عبد آبست، غیبت ساخته ای علی مصفا، مستند دختران نجار دو نوازی برای یک رویا به کارگردانی آزاده بیزارگیتی، مستند بادجن ساخته ای ناصر تقوایی، مستند سیاهان جنوب ایران از فرهاد ورهرام، کم کم صورتت را فراموش میکنم ساخته ای دانیال اسدی فائزی، فیلم در سراسر ایران از رویا عرب و به نام شهرزاد ساخته ای نرگس کلهور اکران میشوند. جشنواره سینمای ایران در مونیخ امسال پس از 2 سال وقفه کرونایی از 22 تا 25 تیر در مونیخ آلمان برگزار می شود.